صادرات راهبرد کلان کشورها برای توسعه است زمینه های تولید و صادرات اما با توجه به مزیت نسبی هر کشوری تعریف میشه فرهنگ غنی و دانش فنی ایرانیان در عرصه ای آیتی باعث شده توجه به صادرات نرم از یک دهه قبل مورد توجه قرار بگیرد. وقتی ما میریم سراغ سخت افزار ما نیاز به یک سری کارخونه ها داریم نیاز به یک سری دستگاه مونتاژ داریم نیاز به یک سری تجهیزات فنی داریم که سرمایه بسیاری میخواد اما وقتی میریم سراغ نرم افزار سرمایه اول ما فکر و ایده است اون که در ذهن ما هست پرورش پیدا میکنه متناسب نیاز بازار نمود میده اولین مقررات صادرات نرم افزار 10 سال قبل تدوین شد با این وجود در حالی که آمار گمرک صادرات 110 میلیون دلاری در سال 92 رو نشون میده فعالان این بخش میگن صادرات سال قبل 400 میلیون دلار بوده به نظر به روز کردن مقررات میتونه جلوی فرار مالیاتی و فعالیت های بدون مجوز رو بگیره. ما با همکاری اتاق ایران و شورالی فضای مجازی بسته ای رو تدوین کردیم که انشالله در آینده نزدیک به تایید نهایی خواهد رسید و امیدواریم با اون بسته حمایتی از تولید کنندگان فناوری اطلاعات حمایتی بشه که محصولاتشون به بازارهای بین المللی عرضه بکنند اگر همراهی همکاری با اینا بشه بعضی اینا تولید کننده نرم فنی مهندسی خواهند شد که در تمام جهان قابل عرضه است یا بعضی از اینها تیم های بازی سازی رو میتونن سامان بدن که بازی های استراتژیک، بازی های علمی، بازی های تاریخی برای همه دنیا میتونن عرضه بکنن. کشورهایی مثل چین و هند با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه نرم در حوزه خدمات مهندسی، توسعه نرم و بازیها و نیز تسهیل و تشویق صادرات به قولهای نرم جهان بدل شدند. این شیوه است که با نگاهی بومی سازی شده وزارت خانه های مرتبط نظیر ارشاد، آی سی تی و صنعت در حال پیگیری اون در کشورمون هستند. مهدی صادقی، خبرنگار جامجم.